Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Amma ba'du, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aksam-ı muhabbet, yakın bu Allah dostuştan ki in şirki akbar است. Muhabbeti Allah'a nefî mekunat, misli dostuştani gayri Allah, barabar ya beştar dostuştan. Düvüm, muhabbet beray Allah ya derray Allah, vacib است. کلی بلندترین ایمان در راه الله دوست داشتن است. سوم محبت طبیعی این جایز است. به شرط که بر دوست داشتن الله تقدیمش نکند. مانند دوست داشتن فرزند و همسر. و محبت در راه الله اینچنین به محبت عمل، عامل، زمانها و مکانها تقسیم می شود. دلیل پنجم و در صحیح از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است که او فرمود کسی لا اله الا الله گوید و بر هر چیزی که به جز الله پرستیده می شود کافر شود، مال و خونش حرام می کند و حساب او بر الله سبحانه و تعالی است. شرح این باب در باب های آینده می آید. و به هر چیزی که به جز الله پرستیده می شود کافر شود، یعنی ضرور است که به عبادت کسی که جز الله پرستیده می شود کافر شوی، بلکه باز به همه کفر کافر شوی. کسی که شهادت را می گوید و با همراهی آن چنین نظر دارد که نصارا و یهود امروز بر دین درست هستند، پس وی مسلمان نیست. و اینچنین کسی که دینها را افکار می پندارد از آنها آن را خواهد اختیار می کند، پس مسلمان نیست. مسئله ها در این باب بزرگترین و مهمترین مسئله هاست و آن تفسیر توحید، شهادت و بیان کردن آن به امرهای واضح، نفی و اثبات حتمی است. از جمله مسئله ها آیت سوره اسراء است. در آن رد بر مشرکانی که صالحان را به دعا مراجعت میکنند بیان شده است. پس در آن نیز بیان شده است که این شرک اکبر است، یعنی شرک در دعا است. و از جمله مسئله ها آیت سوره براءت، سوره توبه است. در آن بیان نموده است که اهل کتاب دانشمندان و زاهدان خود را به جز الله پروردگار گرفتند و بیان نموده است که آنها امر نشدند مگر اینکه اله یگانه بپرستند. و وجودی که در تفسیر آن مشکلی نیست، طاعت عالمان و عابدان در معصیت بود نه به دعا مراجعت کردن آنان، یعنی شرک در طاعت است. و از جمله مسئله ها قول ابراهیم خلیل علیه السلام و کافران که گفت البته من از آن چیزی که شما می پرستید بیزارم و جز ذاتی که مرا آفریده است. پس از معبودان پروردگارش را جدا نمود و الله سبحانه و تعالی ذکر کرده است که این بیزاری و دوستی همان تفسیر شهادت لا اله الا الله است. پس فرمود و الله این خداپرستی را در همه فرزندان او کلمه باقی گردانید، باشد که بازگردند. و از جمله مسئله ها آیت سوره بقره در مورد کافرانی که الله بر حقشان فرمود و آنان از آتش جهنم خارج نمی شوند، ذکر نموده است که آنان همتای خود را مانند دوست داشتن الله دوست می دارند. پس دلالت می کند بر اینکه آنها الله را سخت دوست می دارند و آنها را این محبتشان در اسلام داخل نکرد. پس چگونه است که حال کسی که شریک را از الله دیده بیشتر دوست دارد؟ پس چگونه است حال کسی که تنها همتا را دوست دارد و الله را دوست ندارد؟ شرک محبت است. پس چهار قسم است. یکم، الله را از دیگران سخت دوست دارد و این توحید است. دوم، غیر الله را مانند الله دوست دارد، این شرک است. سوم، الله را از الله سخت‌تر دوست دارد، این از پیشینیش بزرگتر است. چهارم، غیر الله را دوست دارد و در قلبش محبت الله نباشد و این بزرگتر است. و از جمله مسئله ها فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند کسی لا اله الا الله گوید و بر هر چیزی که به جز الله پرستیده می شود کافر گردد،
مال خودش حرام میگردد و حساب او بر الله است. این بزرگترین بیان معنای لا اله الا الله است. البته پیامبر صلی الله علیه و سلم تلفظ کردن و آنها نگهدارنده خون مال قرار نداده است، بلکه نه دانستن معنای آن با تلفظش را و نه به آن اقرار کردن را و نه نپرستیدنش به جز الله یگانه را که او را شریک نیست و مال و خونش حرام نمی گردد تا اضافه کند به اینکه کافر شدن را بر هر اون چیزی که به جز الله پرستیده می شود. پس اگر شک کند یا خودداری کند مال خونش حرام نمی گردد، پس چی خوب مسئله است که چی واضح گردیده است و چی خوش حجت است، چی بر منازه قطعی ترش گردیده است. باب درباره پوشیدن حلقه و ریسمان و مانند این دو برای رفع بلا یا دفع آن که شرک است. از جمله شرکیات است، یعنی بعضی شرک و بعضی آن شرک اکبر و بعضی شرک اصغر است و برای همین مطلق آورده است. برای رفع بلا یعنی برای رسیدن آن یا دفع آن پیش از رسیدن آن. اکنون سوال می دهم که آیا پوشیدن حلقه و ریسمان و مانند این دو شرک اصغر است یا اکبر؟ شرک اکبر هرگاه اعتقاد کند که خود آن تأثیر بخش است و در دست آن جلب فایده و دور کردن ضرر است. شرک اصغر می شود هرگاه اعتقاد کند که آن سبب است و وجود آن که الله آن سبب را قرار نداده است، نه از روی حس و نه از روی شرع. مردم در اعتقاد در سبب ها سه قسمند: یکم درست، دوم شرک اکبر، سوم شرک اصغر. یکم درست، سبب اعتقاد کند و آنچه را که الله سبب قرار داده است سبب قرار دهد و سبب یا حسی است مانند دوا یا شرعی است و مانند رقیه خوندن. شرک اکبر است اعتقاد کند که خود آن تاثیر بخش است و در دست آن جلب فایده و دور کردن ضرر است. شرک اصغر است سبب اعتقاد کند و آن چرا که الله سبب قرار نداده است سبب قرار دهد، مانند آویزان کردن سری برزگاه برای دور کردن چشم و حال آن که آن سبب نیست. مردم در گرفتن سبب ها به دو طرف و میانه تقسیم شدند. یکم سبب را انکار میکنند، حکمت الله را نفی میکنند مثل جبریه و اشعری ها. دوم در گرفتن سبب ها علم میکنند، پس آن چی را که سبب نیست سبب اثبات میکنند مثل صوفی ها. سوم در گرفتن سبب میان روی میکنند، سبب حسی و شرعی را جز غیرش اثبات میکنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.